در خط خبرها یازدهم سپتامبر از کشته شدن نزدیک به 3000 آمریکایی تا تغییر راهکار آمریکا برای مبارزه با هراس افکنی. It more effectively and efficiently targets individuals and entities who participate in terrorist training. دونالد ترامپ دستور داده که هراس افغانان هدف قرار گیرند و پشتیبانان مالیشان تحریم شوند. بازپسگیری 3 ولسوالی در ظرف سقوط 5 ولسوالی. وزارت دفاع ملی میگوید شمال کشور از وجود هراس افغانان پاکسازی خواهد شد. عملیات های خیلی وسیع در پلان داریم که به زودی هم در تخار هم در بغلان را اندازی میکنیم تا این دو ولایت مثل بدخشان از وجود طالبان پاکسازی شود. برگزاری انتخابات از خط سرخ کمیسیون حکومت تا زیر پرسش بودن سراسری بودنش. کمیسیون مستقل انتخابات به دلیل ناامنی در ولایت‌های شمالی هنوز کارمندان موقتی استخدام نتوانستند. راه‌ها بند است. همکاران ما به خاطر از اینکه کارمندان موقت روز انتخابات اوج استخدام کنه برایشان مشکل هستند که به اون کاریات. پرونده ادعای لطفوب سرپرست وزارت حج و اوقاف زیر ذربین دادستانی کال. برنامه‌ی افغانستان موضوع را با جدیت و قاطعیت در روشنی احکام قانون بررسی خواهد کرد. برخ باشندگان لوی پکتیا لطکوب عبدالحکیم منیب را محکوم کردند. و سپاه پاسداران شامل فرمان تازه ترامپ مبنی بر تحریم پشتیبانان مالی هراس افغانان. برام خدا با عرض سلام با مهمترین های خبر از یک با من نسرین جوینی خوش آمدید. مشروع خبرها همزمان با 18مین سالروز رویداد 11 سپتامبر رئیس جمهور آمریکا برای مبارزه با هراس افغانی فرمان تازه صادر کرده است. وزیران خارجه و مالی آمریکا با اعلام فرمان اجرایی دونالد ترامپ گفته که راهکار مبارزه با هراس افغانی آمریکا تغییر کرده و پس از این افزون بر قطع منابع مالی هراس افغانان شمار از رهبران گروه‌های هراس افغان به شمول تحریک طالبان پاکستان، داعش و القاعده در گوشه و کنار جهان مورد حمله قرار خواهند گرفت. در این حال حکومت با استقبال از این تصمیم میگوید که پدیده هراس افغانی یک تهدید جهانی است و در هر جایی که باشد باید از بین برده شود. از سوی برخی آگاهان سیاسی و نظامی میگویند که این تصمیم زمان کارساز است که آمریکا میان هراس افغانان تفکیک قائل نشود و هراس افغانان را در مرکزهایشان هدف قرار دهد. گام تازه آمریکا برای مبارزه با هراس افغانی در جهان. 18 سال پس از رویداد 11 سپتامبر سال 2001 دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای مبارزه با هراس افغانی یک فرمان اجرایی تازه صادر کرده است. بر اساس این فرمان، رهبران شبکه‌های هراس افغان و پشتیبانان مالی آنها در هر جایی که باشند، هدف قرار خواهند گرفت. وزیر خارجه آمریکا با اعلام این فرمان آقای ترامپ گفته که فرمان جدید مهمترین دستور در برابر هراس افغانان از سال 2001 بدین سو می باشد. این فرمان به طور مؤثرتر افراد و اشخاص را که در آموزش‌های هراس افغانانه شرکت می‌کنند هدف قرار می‌دهد و این امکان را به ما می‌دهد که مؤسسات مالی خارجی که آگاهانه با هراس افغانان تجارت می‌کنند را مورد تحریم قرار بدهیم. وزیر مالیه آمریکا هم میگوید که دولت برای مبارزه با هراس افغانی جهانی اقدام‌های بیشتری را نسبت به گذشته انجام داده است. وزارت مالی آمریکا تلاش‌های خود را برای نفی دسترسی هراس افغانان به سیستم مالی تقویت می‌کند. ما می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که امنیت ایالات متحده و مردم بیگناه دیگر در معرض تهدید هراس افغانی قرار نگیرند. حکومت افغانستان با استقبال از این تصمیم آمریکا می‌گوید که هراس افغانی یک تهدید جهانی است و در هر جایی که باشد باید از بین برده شود. از نظر ما تروریست خوب و بد وجود نداره. کسانی که دشمنان بشر هستند اینا به هر جایی که هستند باید هدف قرار بگیره و در صورتی که اینا هدف قرار نگیره طبیعی است که روز به روز اینا میتونه که بیشتر جهان را به چالش بکشانه.
برخی آگاهان سیاسی اما به این باورند که این تصمیم زمان عملی است که امریکا میان هراس افغانان تفکیک قائل نشود و در گفته هایش صادق و جدی باشد. رهبری موجود دولت ایالات متحده امریکا مشابه شده به حکومت وحدت ملی که از داخل اجماع نداره. ترامپ یک چیز میگه، مشاور امنیت ملی چیز دیگه میگه، وزارت خارجه چیز دیگه. و زمانی به این هدف میرسه که یک ماهنگی جدی با مردم افغانستان و دولت افغانستان ایجاد بکنه، سیاست های مخفی را کنار بگذاره و تصامیم عجولانه را هم جلبش بگیره. رئیس جمهور امریکا در حال این فرمان اجرایی را صادر کرده است که در آغاز این هفته او دیدار محرمانه با رهبران طالبان و رئیس جمهور غنی در کمپ دیوید را لغو و گفتگوهای صلح با طالبان را متوقف کرد. دو روز بعد آن آقای ترامپ به طور رسمی پایان گفتگوهای امریکا با طالبان را اعلام کرد و گفت که حمله امریکا در برابر این گروه شدت گرفته و تنها در 4 روز به اندازه 10 سال گذشته به طالبان در افغانستان تلفات وارد شده است. حالا دیده شود که فرمان اجرایی تازه دونالد ترامپ تأثیر مثبت در میدان جنگ افغانستان بر جا خواهد گذاشت یا خیر. وزارت دفاع ملی میگوید که شمال کشور به زودی از وجود طالبان پاکسازی خواهد شد. مسئولان در این وزارت تاکید دارند که نظامیان کشور در 3 روز پسین توانستند ولسوالی‌های وردوج، یمگان و کرانمنجان بدخشان را دوباره به تصرف خود درآورند. این در حال است که طالبان نیز در 2 هفته پسین توانستند اداره 5 ولسوالی را در دست گیرند. ولسوالی‌های ینگی قلعه و درقد در تخار، انار‌دره در فرا، قلعه زال و دشت ارچی در قنداز در حمله های پسین طالبان به دست این گروه سقوط کرده است. وزارت دفاع ملی هرچند سقوط کامل این ولسوالی ها را رد می کند، اما می گوید نبرد های شدید میان نظامیان و گروه طالبان در این ولسوالی ها جریان دارد. طالبان بیش از 2 هفته می شود که حمله هایشان را بر ولایت های شمال و شمال شرقی کشور شدت دادند. امان فرهنگ جزئیات می دهد. ساختمان فرماندهی پلیس ولسوالی یمگان بدخشان است. نظامیان کشور پس از 5 سال دوباره اداره این ولسوالی را به دست گرفتند. جناب والی سوی ولایت بدخشان، قماندان سوی امنیت، ریاست امنیت، اردوی ملی، ما که در اینجا هنوز حضور دارند، توانستند که بدون کدام تلفات جانی و مالی برای مردم ولسوالی را پس از گروه مخالفین به دست دولت آورده. همزمان با این ولسوالی های وردوج، کرانمنجان بدخشان نیز در 2 روز پسین دوباره به تصرف نیروهای امنیتی درآمده است. عملیات بازپسگیری این ولسوالی ها از 2 هفته به این سو آغاز شده بود. در این مدت طالبان حمله هایشان را بر قندوز، تخار و بغلان شدت بخشیدند. وزارت دفاع ملی بار بار گفته است که طالبان می خواهند تمرکز نیروهای امنیتی را پراگنده سازند. به همین دلیل به این ولایت ها حمله کردند. در این 2 هفته که از عملیات نیروهای امنیتی در بدخشان می‌گذرد، طالبان 5 ولسوالی را در ولایت‌های قندوز، تخار و فرا سقوط دادند. ولسوالی‌های ینگ قلعه در قد در تخار، قلعه زال و دشت ارچی در قندوز و اناردره در ولایت فرا ولسوالی‌هایی هستند که در این مدت به دست طالبان سقوط کردند. مرکز ولایت‌های قندوز و بغلان هم گواه نبردهای سخت بود. شهر پلیخمری هنوز هم زیر تهدید بلند نبرد قرار دارد. سرکای کابل تخار بند است، پلیخمری بند است، مردم بسیار زیاد نگران هستند، دیگه کار بار نیست، هر ولسوالی روز یک بار یک ولسوالی سقوط میکنه. حدس هم دغه چې عمومی هغلار چې د کابل نه شمال ته وصل شوی دغه به ژر تر ژره پلان به 2 ساعتونو کې هغه هم پرانستل کیږي، زموږ عملیات په جدي توګه هلته پیل شوی دی. در همین حال وزارت دفاع ملی سقوط کامل این ولسوالی ها را رد می کند و تاکید دارد که نبردهای سخت میان نظامیان کشور و گروه طالبان در این ولسوالی ها جریان دارد. در این ولسوالی ها در تصرف طالبان، در کنترل طالبان در نامده. فعلا در کلیا در مرکز این ولسوالی ها میان نیروهای دولتی افغانستان و طالبان ادامه داره و ما عملیات های خیلی وسیع در پلان داریم که به زودی هم در تخار هم در بغلان را اندازی میکنیم تا این دو ولایت مثل بدخشان از وجود طالبان پاکسازی شود. هرچند شهروندان کشور انتظار داشتند که تا روند گفتگوهای صلح به نتیجه برسد و جنگ طولانی خاتمه پیدا کند،
اما دیده می شود که بار دیگر این نبردها شدت گرفته. نبردهایی که هر روز از شهروندان کشور قربانی می گیرد. پس از توقف گفتگوهای صلح توسط رئیس جمهوری آمریکا، طالبان اعلام کردند که حمله هایشان بر نظامیان خارجی و افغان را شدت می دهند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که به دلیل نامنی‌های پسین این کمیسیون در گماشتن کارمندان موقت برای روز انتخابات با چالش‌های روبرو شده است. مسئولان این کمیسیون تاکید می‌کنند که در ولایت‌های تخار، قنداز و بغلان مسئولان این کمیسیون نتوانستند برای استخدام کارمندان موقت با ولسوالی‌ها بروند. همزمان سازمان ملل متحد نیز در پیوند امنیت انتخابات اشتراک شهروندان، بی‌نظمی و تقلب‌های احتمالی ابراز نگرانی کردند. اما تاکید می‌نمایند که این سازمان از برگزاری انتخابات در زمان تعیین شده آن پشتیبانی می‌کند. همزمان نهادهای امنیتی می‌گویند به زودی نیروهای تازه نفس در بخش‌های آسیب پذیر که با تهدیدهای بلند امنیتی در روز انتخابات روبرو اند جا به جا خواهند شد. جواد تیموری جزئیات می‌دهد. 17 روز دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مانده است. انتخاباتی که برگزاریش با یک رشته چالش‌های احتمالی چون ناامنی و تقلب روبرو است. انتظار می‌رفت کمیسیون مستقل انتخابات روند استخدام بیش از 180 هزار کارمند موقت را برای روز انتخابات تکمیل کند، اما هنوز روشن نیست که چه تعداد از این افراد گماشته شدند. این کمیسیون میگوید که در ولایت‌های بغلان، قندوز و تخار هیچ کاری در امر استخدام‌ها صورت نگرفته است. دلیل آن هم ناامنی گفته می‌شود. راه‌ها بند است. همکاران ما به خاطر از اینکه کارمندان موقت روز انتخابات اوج استخدام کنه برایشان مشکل هستند که به ولسوالی‌ها سفر کنند، اما این موضوع امرای نهادهای امنیتی هم با گونه یک نگرانی جدی شریک ساختیم. با شما کارمندای استخدام بکنیم که او بی‌طرف باشند، تکتای سیاسی نباشند و در عین حال با عذاب و جریان‌های سیاسی در ارتباط نباشند که خود نخواسته اصل بی‌طرفی نقص نشه. موضوع خود را تاکید میکنم که بسیار زیاد خوب کار خود باید از پیش آغاز بکنه. اینجا در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز نگرانی عمده در پیوند به انتخابات افغانستان، ناامنی، تقلب‌های احتمالی، بی‌نظمی و عدم علاقه‌مندی شهروندان در امر اشتراک در این روند گفته شده است. قرار است به تاریخ 28 سپتامبر مردم افغانستان در چهارمین دور انتخابات ریاست جمهوری پس از سال 2001 به پای صندوق‌های رأی بروند. مشکل ترین انتخاب برای نامزدان و سیاستمداران بعد از انتخابات قبول شکست است. اما در یک روند دموکراتیک این بزرگترین قدم یک دولت مرد می باشد. طالبان نیز این روند را تهدید کردند و از مردم خواستند که در انتخابات اشتراک نکنند. چیزی که عمده‌ترین نگرانی برای سازمان ملل متحد و کمیسیون مستقل انتخابات به شمار می رود. اما برای نهادهای امنیتی چنین نیست. برعکس، نهادهای امنیتی از جا به جایی نیروهای تازه برای دفع تهدیدها در روز انتخابات خبر می دهند. به زودی ما نیروهای بیشتر در جایی مستقر می کنیم که اونجا آسیب پذیری زیاد است، اونجا تهدیدهای امنیتی زیاد است و اونجا ممکن در روز انتخابات طالبان بتوانند مانع رفتن مردم به انتخابات شوند. بنابراین مردم مطمئن باشند که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان از هیچ نوع سعی و تلاش به خاطر تامین امنیت مردم دریغ نمی ورزند. سازمان ملل متحد همچنین از طالبان خواسته تا از دست از تهدیدها بردارند. انتخابات ریاست جمهوری پیشرو قرار است در ششم میزان برگزار شود. در این انتخابات 9.6 میلیون تن نامنویسی کردند. اما گذشته از نهادهای ناظر و آگاهان انتخابات، برخی از کمیشنران کمیسیون نیز این شمار ثبت نام شدگان را یک رقم دقیق نمی دانند. رئیس جمهور غنی می گوید وزارت هایی که به صادرات توجه نکند به درد کشور نخواهند خورد. آقای غنی در برنامه بزرگداشت از ارسال نخستین محموله صادراتی کشور به چین تاکید می کند که هدف حکومت تعادل صادرات و واردات است و باز شدن این مسیر افغانستان را به هدف خواهد رساند. در نخستین محموله صادراتی افغانستان 1100 تن سنگ پودر تالک از راه آهن ایرتون به چین انتقال یافت. بسم الله الرحمن الرحیم. رئیس جمهور غنی امروز را آغاز تحول برای صادراتی شدن کشور خواند.
راه جدیدی که برای صادرات کشور باز شده است. حالا افغانستان می تواند از بندر حیرتان صادراتش را به چین برساند. رئیس جمهور غنی به تمامی نهادهای دولتی هشدار می دهد که به بخش صادرات توجه جدی کنند. که عده اکثر در ظرف 4 سال تعادل واردات صادرات خود بدل کن. و این غیر ممکن نیست. یک نقطه اساسی است که واردات صادرات ما باید بدل شود و یک تعادل بده. و بالاخره زیاده از 10 سال باید نگیره که بیلانس بالعکس شوه، صادرات ما 5 چند واردات ما باشه. از سوی هم آقای غنی یگانه راه را برای بلند بردن درآمدهای کشور در گمرکات گماشتن افراد پاک در رأس بندرهای کشور می داند. رئیس جمهور غنی تاکید دارد که در هر ولایتی که زمینه ایجاد گمرک موجود باشد باید گمرک ایجاد شود. 500 نفر رو بانده ما اتکل کرده عایدات افغانستان 2 چندکی دیست. که 500 پاک نفر صادق مسلمان حب وطن سره اته بنادر در افغانستان کی اوایدم 2 چندکی دیست. روز پنجشنبه گذشته نخستین محموله صادراتی افغانستان بندر حیرتان را به قصد چین ترک کرد. انتظار می رود که این روند با سبسایدی یا یارانه دولت ادامه یابد و کالاهای صادراتی به ویژه سنگ تالک به چین انتقال یابد. در ادامه کارزارهای انتخاباتی امروز تیم تعهد و عمل به رهبری ابراهیم الکوزه یک نشست کارزاری در کابل برگزار کرد. او تاکید میکند که انتخابات باید به تعویق بیفتد زیرا هنوز وضعیت امنیتی چنان نیست که انتخابات در سراسر افغانستان به گونه شفاف برگزار شود. او تاکید میکند که اگر انتخابات در وضعیت کنونی برگزار شود نتیجه اش برای نامزدان ریاست جمهوری پذیرفتنی نخواهد بود. کمتر از 3 هفته به برگزاری انتخابات مانده است، اما هنوز اجماع در مورد برگزاری انتخابات در میان نامزدان ریاست جمهوری شکل نگرفته است. در اینجا تیم تعهد و عمل به رهبری ابراهیم الکوزی نشست کارزاری را راه انداخته است. رئیس این دسته انتخاباتی میگوید انتخابات باید به تعویق بیفتد. انتخابات به تعویق کل بیجی چی دیف ارتباط چی در افغانستان طول اولس په دین دار کې ځان ووینی او خپل انتخاب وکړي. او تاکید میکند که اگر انتخابات در این وضع برگزار شود نتیجهش بحران آفرین خواهد بود و برای نامزدان ریاست جمهوری غیر قابل قبول. اما دا انتخابات د مندسی انتخابات ندی، هیڅ کله به مش قبول نه کو مش ټول کاندیدان ان شاء الله شورا د کاندیدانو او ټول کاندیدان به ان شاء الله هیڅ کله قبول نه کو. اما په دې کې موږ مبارزه کو. اما کمیسیون مستقل انتخابات این درخواست را نمیپذیرد. برای کمیسیون مستقل انتخابات حتی در زمانی که گفتگوهای صلح آمریکا و طالبان در اوجش بود و دیدگاه‌ها در مورد برگزاری انتخابات چندان مثبت نبود، تأکید داشت که انتخابات در زمان تعیین شده آن برگزار خواهد شد. حالا که روند صلح آمریکا و طالبان متوقف شده است، ظاهراً دلیل برای تعویق و یا برگزار نشدن انتخابات وجود ندارد. پرونده لتوکوب توهین و تحقیر سرپرست وزارت ارشاد حج و اوقاف به دادستانی کل سپرده شده است. ریاست جمهوری از دادستانی کل خواسته است تا به این پرونده به گونه جدی رسیدگی کند. این مکتوبی است که ریاست جمهوری به دادستانی کل فرستاده. در این مکتوب ریاست جمهوری از دادستانی کل خواسته است که به پرونده سرپرست وزارت ارشاد حج و اوقاف رسیدگی کند. متهمین پرونده ملا ترخیل و برادرانش هستند. اتهامشان هم توهین و تحقیر و لت و کوب سرپرست وزارت حج و اوقاف در مسجد کاخ ریاست جمهوری. دادستانی کل میگوید کار روی این پرونده آغاز شده و به زودی نتیجه آن با مردم شریک خواهد شد. امروز یک نامه ای از جانب ریاست دفتر مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر ادعای که از جانب سرپرست وزارت محترم ارشاد حج و اوقاف صورت گرفته مبنی بر برخورد فیزیکی، لتوکو و توهین و تحقیر و تجاوز علیه موظفین خدمات عامه، این موضوع تحت کار سارانولی قرار گرفته و سارانولی افغانستان موضوع را با جدیت و قاطعیت در روشنای احکام قانون بررسی خواهد کرد. و
وزارت ارشاد حج و اوقاف در آغاز این هفته اعلامیه‌ای را پخش کرد که در آن گفته شده بود سرپرست این وزارت با وسیله ملا ترخیل و برادرانش مورد توهین، تحقیر و لتوکوب قرار گرفته است. این پیام صوتی که به دست ما رسیده جریان لتوکوب آقای منیب با وسیله ملا ترخیل را این گونه بیان می کند. بل وکیل وروری خان ناجفانی راجب شو غلدی بل لاس نوونی ولم مای لاس تاو که خبل لاس می جنی را خلاس که زر اروان شو زب جنا پویده لما چی توی دیو پلان لما خید اغا کار تا ناستی زکشی راو و تلما نو اغنو روی تنزاوی وکوالی اغویم حمله وکلا. از سوی دیگر اینجا شماری از بزرگان لوی پکتیا این رویداد را به شدت نکوهش می کنند و از حکومت می خواهند تا ملا ترخیل را به سبب رفتار غیر قانونیش مورد پیگرد قرار دهد. با دست یوزایی که سحقه در ارک با داخل که بیاد کابینه لوزیر سر او پچند دی که در لوی پکتیا یوداس کدر سر سترو سپوره هیچ آتی ازار ندرسیدلی دیگه سرش خده کیگی او پیزیکی برخورد کیگی استاد د هیڅ افغان لپاره د منلو وړ نه ده. خواست ما از دولت و از راکین دولتی بالخصوص راکین عدلی و قضایی ای است که مثل پرونده دیگه این پرونده را هم به داخل جبهه میز نگذارن و به این پرونده رسیدگی آمدام شود. ظاهرا این تنها رفتار غیر مسئولانه از سوی ملا ترخیل نیست. او متهم به غصب زمین، استفاده از سلاح‌های غیرقانونی و مردم آزاری نیز است. حتی چند پیش وزارت امور داخله برادر ملا ترخیل را به اتهام باجگیری از مردم بازداشت کرد، اما پس از چندی دوباره آزاد شد. مردم میگویند حکومت باید دست چنین افرادی را از یک چنین رفتارهای غیرقانونی کوتاه سازد. 11 سپتامبر حادثه ای که پای امریکا ده ها هزار سرباز امریکایی و متحدین این کشور در ناتو را به افغانستان کشانید. یازدهم سپتامبر 2001 میلادی اتفاق افتاد که تاریخ و سیاست افغانستان و جهان را تغییر داد. 18 سال از حمله های 11 سپتامبر می گذرد. حمله هایی که جهان را وارد چالش جدید کرد. صبح روز 11 سپتامبر 2001، 19 عضو شبکه القاعده 4 هواپیمای تجاری مسافربری را ربودند. هواپیما را بیان 2 هواپیما را در فاصله های زمانی کوتاه به برج های تجارت جهانی در نیویورک کوبیدند که هر دو ساختمان پس از 2 ساعت به گونه کامل فرو ریختند. هواپیما را بیان هواپیمای سوم را به پنتاگون زدند. هواپیمای چهارم اما در نزدیکی شنکسویل در ایالت پنسیلوانیا سرنگون شد. در پی این حمله ها نزدیک به 3000 تن جان باختند. جورج بوش رئیس جمهور وقت امریکا شبکه القاعده را که ظاهرا در مناطق کوهستانی در شرق افغانستان پناهگاه داشت متهم کرد و از طالبان خواست که اسامه بن لادن را به امریکا تسلیم کند. اما طالبان به این درخواست پاسخ رد دادند و در نهایت در 7 اکتبر سال 2001 میلادی جورج دبلیو بوش دستور حمله به این شبکه را صادر کرد. بعد از حملات هوایی نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا به افغانستان در سال 2001 و سقوط رژیم طالبان این کشور وارد دوره جدید تاریخ خود شد. نزدیک به 150 هزار نظامی آمریکایی و ائتلاف بین المللی به رهبری ناتو پس از این رویداد وارد افغانستان شدند. نمایندگان گروه های گوناگون سیاسی و نظامی افغانستان که برای بحث در مورد تشکیل ساختار حکومتی که قرار بود پس از طالبان قدرت را در کشور به دست گیرد در بن آلمان به توافق رسیدند تا حامد کرزی برای یک دوره 6 ماهه قدرت را به دست بگیرد. کرزی سوگند یاد کرد و قدرت را از برهان الدین ربانی رئیس دولت مجاهدین تحویل گرفت. در جون 2002 لوی جرگه قانون اساسی در کابل حامد کرزی را برای 2 سال دیگر به عنوان رئیس دولت انتقالی برگزید. دولت انتقالی زمینه را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال 2004 فراهم ساخت که در آن آقای کرزی همچنان به پیروزی رسید. در جنوری 2002 نخستین گروهی از نیروهای حافظ صلح بر رهبری ناتو وارد افغانستان شد. با ورود این نیروها جنگ 18 ساله در افغانستان آغاز گردید. طالبان آرام آرام دوباره انسجام یافتند و تحرکات نظامی خود را بر ضد نیروهای خارجی در افغانستان آغاز کردند. این فعالیت‌ها اغلب با درگیری‌های مسلحانه، حمله‌های انتحاری و انفجاری همراه بود.
اما امریکا سرانجام در اگست 2011 موفق شد اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را در ابیتابات پاکستان در یک عملیات ویژه کماندوهایش نابود کند، عملیاتی که به وسیله باراک اوباما رئیس جمهور پیشین امریکا هم نظارت می شد. دکتر اشرف غنی، دکتر عبدالله. آگست 2004 حکومت وحدت ملی شکل گرفت و بدنبال آن مسئولیت کامل امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان انتقال یافت و ده ها هزار نظامی خارجی افغانستان را ترک کردند. در 18 سال گذشته افزون بر کشته شدن بیش از 2400 نظامی آمریکایی، بیش از 1000 نظامی متعلق به ائتلاف بین المللی به رهبری ناتو نیز در کنار ده ها هزار نیروی امنیتی و دفاعی افغانستان کشته شدند. این جنگ تلفات گسترده‌ای را هم به غیر نظامیان وارد کرد. هرچند آمار همه جانبه از تلفات افراد ملکی در 18 سال گذشته وجود ندارد، اما بنابر آمار ارائه شده از سوی سازمان ملل متحد، تنها از سال 2009 تا کنون دست کم 100 هزار غیر نظامی در حمله های انتحاری، انفجاری، ماین های کنار جاده، درگیری های مسلحانه و حملات هوایی کشته و زخمی شدند. در این مدت بر بنیاد گزارش ها بیش از 117 میلیارد دلار برای بازسازی افغانستان نیز کمک صورت گرفته است. ترامپ که یکی از منتقدان عملیات نظامی بوش در خاورمیانه است، با پایان این جنگ وعده می‌دهد. او می‌گوید ایالات متحده نزدیک به 8 تریلیون دلار را در جنگ افغانستان هزینه کرده است. اما چرا هنوز افغانستان درگیر جنگ است و ده‌ها گروه هراس افغان به شمول گروه نوظهور داعش در آن فعالیت دارند؟ سیاستی را که ایالات متحده آمریکا طرح کرد برای آوردن صلح و دموکراسی در افغانستان ناکام است، ولی او خواست از اونها نبوده. ناکامی از این سیاست بیشتر به اثر مداخله کشورهای دیگه که در منطقه بسیار دست بالا دارند در داخل افغانستان در سیاست افغانستان ناشی از این بوده. آخرین مورد ناامنی که نماینگر شدت خشونت و بی‌ثباتی ها در کشور است، حمله راکتی 12 و 15 دقیقه شب 11 سپتامبر در نزدیکی های سفارت آمریکا در کابل است که تلفات نداشته، اما صدای آن چنان قوی بود که در نیمه های شب اغلب کابل نشینان را از خواب بیدار کرد. در خارج از کشور، دولت آمریکا افزون بر شبکه القاعده تحریم‌های تازه‌ای را علیه جنبش حماس فلسطین و برخی از اعضای سپاه پاسداران ایران نیز وضع کرده است. وزیر مالیه آمریکا میگوید تحریم‌ها 15 فرد و نهاد مرتبط با حماس، القاعده و سپاه پاسداران را هدف می‌گیرد. استیون منوچین گفته است که این تدابیر به هدف محروم کردن هراس افغانان از منابع مالی مورد نیاز آنها برای حمله به آمریکا و متحدان آن گرفته شده است. بال هم یک خبر از دنیای ورزش. مشت زنان برای حضور در نخستین دور رقابت‌های بوکس حرفه‌ای که از سوی سازمان AGC در کابل برگزار می‌شود، آمادگی می‌گیرند. ورزشکاران از کشورهای ایران، بلاروس، بلغارستان، روسیه و اوکراین در کنار حریفان افغانشان امروز تمرین‌هایشان را برگزار کردند. علاداد رحیمی که قرار است در برابر حریف بلاروسی خود وارد رنگ رقابت شود، از آمادگی های خود برای رقابت در این شب میگوید. بیش از یک ماه شده آمادگی گرفتیم. مقدار کم از حریف خوشناق دارم، قهرمان کشور خود است، بیش از در ریکارد پروفشنال دارم. من کوشش دارم در رنگ اول دو یا سیم رنگ می را تصمیم کنم یا نکاوتش کنم. رقابت های بوکس حرفه‌ای قرار است فردا شب با حضور 16 ورزشکار در قالب 8 رقابت در کابل برگزار شود که نشر زنده این مسابقات را شبکه تلویزیونی 1 در اختیار دارد. این بود مجموعه مهمترین های خبر که تقدیم شما گردید. وقت بر همه شما خوش. علی آفیس.